در نظر داشت ارشادات دین مقدس اسلام و شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم، ریاست امور کلتوری شهرولی کابل با سلسله تکفین و تدفین اجساد مجهول الهویه در سطح شهر کابل، این بار 30 جسد مجهول الهویه را تکفین و در حظیره زون جنوب در صحیح موسهی تدفین نمود. تا سه ماه اخیر به تعداد 144 جسد مجهول الهویه به شمول اجساد که در جریان پاکوری زیر پل سوخته از انبارهای زباله کشیده شده بود، ریاست امور کلتوری شهرولی کابل تکفین و تدفین نموده است. این مراسم پس از مرحله تشخیص از سوی طب عدلی و صدور جواز دفن توسط ریاست امور کلتوری شهرولی کابل صورت گرفته است. حاضری زون جنوب شهر و قنای 20 در صحیح موسهی به خاطر احترام گذاشتن به اموات امت مسلمان و تحقق نظم شهری از سوی شهرولی کابل تعیین شده است تا مشکلات موجود برطرف شده، تسهیلات و خدمات بهتر شهری برای شهروندان فراهم گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. همشهریای عزیز کابل، شما دمی چند روز در رسانه ها مشاهده میکنین که یک اقدام بسیار بزرگ به سطح افغانستان، نه تنها به سطح شهر کابل، در بخش معتادین گرفته شده و این برنامه بسیار خوب پیش میره و الحمدلله که شاروالی یک نقش بسیار عمده و مهم را در این بازی میکنه و خدمات بسیار خوبی عرضه میکنه، هم در جمعواری معتادین عضویت کمیسیون را داره که در اونجا هم نقش خود را داره و هم معتادینی که وفات میشن بعد از اون مسئولیت های شاروالی کابل بسیار بزرگ است. ما در ادیره موسهی قرار داریم و در اینجا دمی سرمای زمستان همی معتادین که وفات میشه اینجا انتقال میشه توسط پرسنل شاروالی کابل با همکاری محترم طب عدلی اینجا انتقال میشه و در اینجا شما عملا میبینین که جنازه شان خوانده میشه و دفن میشه. خدمات شاروالی کابل فعلا متفاوت تر با سابق است، چون همی معتادین وقتی که وفات میشدن امام نداشتن که جنازه شان بخونه. شما امروز دیدین که الحمدلله ما تقریبا 6 ماه می شود که مستقل امام بخشش مقرر کردیم، یکی از مولوی صاحبا را که همه روزه دینمی وسایل شاروالی کابل اینجا می آیند با همکارای دیگه و اینجا جنازه همی معتادین خوانده می شه، به مو شکل اساسی دفن می شه مطابق شریعت اسلامی و انشاءالله که بعد از این اجسادی که از طب عدلی به شاروالی تسلیم داده میشه، غسلخانه بسیار مجهز فعال گردیده تا در اونجا مطابق شریعت اسلامی اینا شستشو شوند، تکفین شوند، جنازه شان خوانده شوه و بعد دفن شوند. و باید یادآوری بکنیم که شاروالی کابل تصمیم از این داره که در هر زون ادیره یا قبرستان به خاطر اموات فعال باشه و در خدمت همشهریان عزیز کابل قرار داشته باشه. تا به حال ما به این موافق نشدیم که زمینی که مشخص شده به خاطر قبرستان در طرف غرب کابل یا طرف شمال کابل یا طرف شرق کابل، اونا تا به حال را تسلیم داده نشده، اسنادشان در جریان است. شاروالی کابل با اراضی ریاست اراضی کابل و وزارت محترم حج اوقاف در تماس هستند تا بتوانیم او قبرستان ها و دیره ها نیز مربوط شاروالی کابل شود تا به می شکل که امروز شما می بینین به می شکل خدمات در اونجا هم عرضه شود و این برنامه ما تعقیب میشه انشالله، چون نیاز است، زندگی حق است، مرگ همچنین حق است که باید امت و امادگی شاروالی کابل در بخش خدمات اجتماعی خود داشته باشد.
شاید در سنه باش تناق شام بیتیاد که در ایم سر قبر استاد نشویم. سر قبر استاد نشو گل مومد. باید با هم استاد شویم. این تو. یه دیگه بودم بگم. کادبیل میشه. باید میشه. باید میشه. باید میشه گل مومد دادن. ماشین گری اخته ده. میشه میشه گل مومد خوندی. خوب شد. خوب شد یه فرد دم رو. Thank you.
از طب عدلی هم بسیار تشکر که در این عرصه شهرولی کابل بسیار خوب امرایی میکنه، بسیار خوب همکاری میکنه. خداوند شما را اجر بده و این یک مسئولیت بسیار بزرگ است. یکی از وظایف مهم نظام همی است که بعد از مرگام باید در خدمت مردم خود باشه. که الحمدلله یک برنامه خوبی بخشی در نظر گرفته شده و ایمی ادامه پیدا میکنه انشاءالله. سلامت باشین. با عزت. خدا حافظ. 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 خدا حافظ